همون برنامه ای که گذاشتیم و تو ماشین بمون تا من بیام. یحیی که به آخر دعوا فکر نمی‌کرد. یحیی که مثل یلدا درست وسط دعوا بود. یحیی که برای گفتگو آمادگی نداشت. یحیی که ارسال یک سلام رو کافی میدونست و احوال پرسی رو فراموش کرده بود. میگه جلوی اون با من صحبت نکنی. اومدی چیکار پس؟ وقتی اومدی بیا جلو. هم میای هم میخوای به پات حساب نشه. میخوای من بیام جلو؟ با یلدا اومدم. الانم تو پارکینگ. اومد باهات آشتی کنه. واقعا رفتارت خجالت آورده. من اگه بخوام حق بدم حق میدم به یلدا. چته تو؟ چمه؟ ناراحتم معلوم نیست؟ ناراحتم به خاطر همین توهینایی که داره بمیشه. نه بذار من بهت بگم چته. تو کلن عصبانی هستی، از دست من عصبانی هستی. که چی؟ که بهم گفتی بیا عقد کنیم که از دست فرماندهت راحت بشی. من قبول نکردم. الان میخوام بدونم مادر منو برای چی آوردی اینجا؟ که دعوای منو تو رو تماشا کنه؟ مثلا اون قرار نیست چیزی متوجه بشه. نه باید هم چیزی متوجه بشه. مادر من نباید ناراحت بشه. این وسط نباید غم و غصه من تو یکی داشته باشه. متوجه هستی همه چیزو داری خراب می‌کنی؟ یلدا خانم، بحثو عوض نکن. میخوام بدونم کاری کردم یا نکردم. سهم مادر و دایی من جزی از کارهای من محسوب میشه یا نمیشه؟ آقا غیر از اینه که من هرچی در رو بردم در اختیار تو گذاشتم. بازم اندازه یه ماشین بوده. مگه در اختیار تو نیست؟ خیلی بی‌انصافی. حالا من خسته شدم. انقدر من پشت فرمون میشینم یحیی بغل دستم. یه خورده یحیی پشت فرمون بشینه من بغل دستش بتونم طبیعت نگاه کنم. بهتر نیست؟ بمون تنها با این وسیله نقلیه. فکر خوبیه که رانندگی یاد بگیری باش. این بارم نگفتی یحیی بیا عقد کنیم. چی حرف حسابه؟ یا حرفات خیلی عمیقه و من نمیفهمم یا اینکه هیچی نیست؟ که در اصل فکر کنم هیچی نیست. دژبان یه سویچ ماشین آوردش دفتر، گفتش برای آقای ریاحیه. انگشتر من ندیدی شما؟ دستتی. نه نه این اینو نه اینو. حلقه. حلقه. خب. خیلی چیز مهمی ها. باشی علی؟ گم شد. نیست الان دیدم. مگه میشه؟ گمش کردی آقا یحیی. میخوای یاد من نباشی؟ یا چون یاد من نیستی گمش کردی؟ اون حلقه تو دستت راحت بود؟ اصلا حسش میکردی؟ وقتی درش میآوردی دقیق فکر میکردی داری کجا میذاریش؟ من میدونم اون حلقه یه ذره برات تنگ بود، نمیتونه خودش افتاده باشه. راحت شدی گم شد؟ با شما منو نگاه کن. الو منو نگاه کن. دوست داری تقصیرها رو بندازی گردن اینو؟ این دیگه تقصیر کیه که حلقت گم شد؟ حواس پرت. تو همین تو باید شدی که تمرکز من به هم بریزه، حواسم پرت میشه.
گم شدن باعث فراموشی نمیشه، بیشتر باعث میشه که به چیزی که گم شده فکر کنیم. یحیی به جای خالی حلقه که گم کرده بود فکر میکرد، و به جای خالی خود یلدا. یحیی برای روبرویی با این وضع باید چه کار میکرد؟ تأمل میکنم. قبلا با تو تأمل میکردم، اما حالا تو رو ندارم که با تو تأمل کنم. الان نبودن تو تأمل میکنم، جای خالی تو پر میکنم، نمیذارم نبودت اذیتم کنه. زدی به طبل کمکاری ها، ببینه قلم رسا. آره من میگم مثلا همه بزنیم به تبلیک همکاری. آره دیگه خودش اصلا کار نمی کنی، همه کارا رو میندازه رو دوشه ما. من میگم که در آخر که خودمون جوابگوه. میگم با هم بزنیم به تبلیک همکاری، کیفشو ببر. بزنیم به تبلیک همکاری، هر کس باید چوبو کمکاری خودشی بخوره. ما که نمیشه کمکاری کنیم، او اذیت چه؟ بریم بیرون، میخوام باش تنها باشم. الان باش تنها باشی یه وقت کودکاری تو میشه. من زورش زیاده. فکرت خرابه. نه برو بیرون، به فکر بگو که دکتر منتظرشه. هرچی منتظرشه رو چی کار داری؟ برو. خب بری. چی تو هم چی کار داری؟ برو باشی. باز دعوای چیزی رو نندازی. آره دیگه حرف زدن با یحیی آسون نبود. برای رفقای یحیی حرف زدن با یحیی ترس داشت. یحیی برای اونا قابل حدس نبود. هر حرفی ممکن بود باعث بشه که یحیی ناراحت شه. شکستن این سکوت کار راحتی نبود. یحیی جان، دکتر یه لحظه ببخشید. جانم یه لحظه مزرعه. خب میگم که ما کار رو خیلی خوب پیش جلو بردیم، یعنی این که جلو هم هستیم، ولی خب منتظر شما ایم که بیایید کارا رو نگاه کنید و نظرتون بدین. برای همین عقب افتادیم و عملکرد رو نمیتونیم تحویل بدیم. همینطوری کار جلو ببریم. من کارم سبکه، خدا هم به تو میرسونم. بعدم به کار من کار نداشته باش، بسه خدا هم یه برنامه ریزی دارم دیگه. ها دکتر، نگران حلقتی که گم شده؟ علیرضا جان، کار خودتو بکن، به کار من کار نداشته باش. دکتر، شما حالت خوب نیست، کاملا عصبی هستی. ما با هم دیگه رفیقیم، نگو به کارت کار نداشته باشم. تیری به رفاقت و اینا دیگه الان مسخره نکن این حرف رو دکتر جون. میگم چته؟ با کسی مشکل داری؟ ببین عزیز من، این بحثی که شروع کردی رو دوست ندارم. بچینش. فکور مشکل داری؟ اون با اینکه فرمانده است تا فهمید حلقت گم شده، سریع به همه یگانه اعلام کرد داره میگرده پیداش کنه. مالا از کجا بدون حلقه من گم شده؟ من بهش گفتم. شما چرا رفتی مسئله خصوصی منو بهشون گفتی الان؟ چه حرفی میزنی دکتر جون؟ اگه بخوای خصوصی بمونه که پیدا نمیشه. یعنی مردم حلقشون گم میشه آگهی نمیکنن چون خصوصیه؟ چی میگی؟ در ضمن میگفتش که توی یکی از این یگانه‌ها یکی اعلامیه زده که یه حلقه یه انگشتر پیدا کرده. حالا قرار بیاد بهداری اینجا دندون پزشکی. فکر کنم قرار بیادش اینجا. الان؟
فرمانده من خیلی علاقه منده که به کارهای من کار داشته باشه. سویچ ماشینو میاره میده به هم، پیگیر حلقه‌ایه که من گم کردم. خودش لابد میگه دلسوز نیروهامه، ولی قضیه اینه که از هر فرصتی استفاده کنه تا سر به سرم بذاره، که اثبات کنه من اگر عمل کرد نمیدم دلیلش اینه که گیجم و حتی حلقمو هم گم میکنم. دخالت نکن لطفا. دکترم که بیدار شدم. من کشونده اونجا دخالت. یعنی از شما که خواب بوده گفت بود پیش فکر، گفتم خدا چی کار داره برم پیش فکر. بعد دیدم مثلا فکر نشسته منتظر ما، مثل یکی علی رضا دمش گرم قبلا بهش گفته بود که انگشتر شما گم شده. بعد فکر گفتش که یکی از این سربازا یک اعلامیه زده تو یگان که یک انگشتر پیدا کرده. بعد بنده خدا خودش پیگیر رفته سرباز پیدا کرده، الان هم دارن اینجا. فکر کنم پیدا شده البته. ان‌شاءالله. سلام. به جای خود راحت بشی. راحت بشی. خواهش می‌کنم. از نو فهمیدم. دکتر فکر کنم انگشتر شما پیدا شده. البته دکتر من حلقه گم کردم، انگشتر نیست. نشونه اولو درست گفتن. فقط اینکه من دندون سازی دارم، برام دندون پزشکی دوباره حلقه است. بله. بالاخره رضایت داد به ما بگه. این خیلی سرباز دقیق و خوبیه. پسر خوبی هم هستش. کشتم خودمو بگو حلقه است یا انگشتر نگفت به ما. میگفت این امانت دست من، امانت. اصلا اومدم براش اضافه بزنم ولی دیدم راست داره میگه دیگه، چیکارش کنم؟ برو به دندون پزشکی بگو. برمیگردم. باشه. بچه ها عمل کرد، عمل کرد، خروجی ها خیلی پایین ها، یه خورده بیشتر. دکتر سه روب دیگه تشریف بیارید دندون پزشکی. ایشالله که حلقه شما باشی. ایشالله. دکتر آدم خوبیه، اون بذار کنار دیگه این کدورت رو. اینم هست که دوست داری دربارت بگن طرف چقدر آدم خوبیه. خب وانمود کن. آره احتیاج داری به وانمود کردن. میخوای آدم خوبه به نظر برسی تا من بشم آدم بده. یا بعد از گم شدن حلقه مدام تو فکر یلدا بود. با یلدا صحبت میکرد، جای یلدا حدس میزد و جای یلدا میپرسید و جای اونم جواب میداد. حالا اگه یلدا بفهمه چی میگه؟ حتما میگه امیدوارم راحت پیداش نکنی. فرماندت فهمیده تو باهاش ناراحتی، ولی اون میخواد باهات رفاقت کنه. همین فرمانده آخرش بهت کمک میکنه حلقه به دستت برسه، اما تو بهش کاملا بچه هم بیره. همینجا استراحت کن دکترم، هات کار. دکتر جان ایشالا که انگوشتر خودت باشه. ایشالا خسته نباشه. ممنونم، شما خسته نباشه. این کلاه شماست؟ درد دارم اگر؟ خب من صاحب اون انگشترم، اون حلقه. زرم فکرم بیهسته. بله بله میدونم، حتی مدت بیهست هست. اون حلقه که پیدا کردی مال منه، لطفا به این ببینش. نشونیش؟ بله نشون. خب این که یه حلقه است. آها البته شما زرنگی کردین، گفتین انگشتر، نگفتین حلقه. در حالی که من چیزی که گم کردم یه حلقه است، یه حلقه ساده. سلام. خیلی خوش آمدید. خسته نباشید. بفرمایید. سلام دکتر. خواهش. بفرمایید. دکتر من نوریونی تو خاموش کنم. سلام. چه دوست برخوردگاه داری بخوام پدر بسن؟ برخوردگاه. تأثیر لیدوکاینه، هنوز بیهسته، نمیتونه صحبت کنه. بیشتر نشونه بدید. گفتم که یه حلقه ساده است، ببینم میشناسیمش. من مطمئنم این حلقه مال شما نیست. شوخی میکنین آخه؟ مگه چند نفر ممکنه حلقه گم کنن تو بهداری؟ دارید کارو برای من سخت میکنید، معما طرح میکنید. این سربازا هم آوردین که کلافم کنین. شاید اصلا حلقه ای در کار نیست، همش یه بازیه که تهشن وانمود کنید پیگیر مشکلات نیروهاتون هستید. نه شوخی نمیکنم، اینجا مراجعه کننده زیاد، احتمال همه چی بالاتره. این حلقه چند میلیون پولشه، راحت نمیتونم حلقه رو بدم به شما.
اونم مثلا اینطوریه که بهش کسی نمیتونین اعتماد بکنین، چون همه میان میگن که حلقه ساده دیگه. غیر از این که باز میشه آدم خوبه که پیگیر کار نیروهاشه، یه تفریح هم برای خودت ساختی، تفریح کلافه کردن من. مشکلت با من چیه؟ ولم کن، بازی رو تموم کن. حلقه ساده است اما یه نشونه ای داره. نشونه که ببین، به هر حال اگه یه حلقه ساده است بدون نگین یا بدون یه پیچش خاصی و اینا، اون حلقه حلقه منه. میدونم که یه حلقه ساده اگه پیدا شده مال منه، ساده سفید نیست اینطوری؟ خسته نشو، ادامه بده. حلقه در کار هست اما بهش سپرده همه چیو پیچیده و سنگین کن. من مطمئن شدم این حلقه مال شما نیست، لازم بود حساسیت نشون بدم. بعد شما حتی نمیخوای هیچ سعی بکنی که به ما اثبات کنی. ببخشید دستتون رو بیارزم، امانت پیش شما باشید. من آخرین درسته دندون پزشکی من، تو شما صاحبش رو پیدا کنیم بهش بگیم. دستتون درد نکنه، بی‌حسی آروم آروم میره، حتما از دکتر مسکنم بگیریم. درد میگیریم من هنوز بی‌حس. خب خونسرد باش و حلقه رو از فکر بگیر. خیلی خب دکتر، حلقه رو نشونم بدیم ببینم هست یا نه حلقه. آخه نشونه ای ندادیم. خب ببینم میشناسم دیگه. آه یعنی ممکنه من ببینم برم نشونشو به بقیه بگم بعد بیان حلقه رو بگیرم؟ یعنی اطمینان نداریم دیگه. من که قطعا اینجوری فکر نمی کنم. من سوال ازت دارم، برای چی میخوای حلقه رو ببینی؟ خب ببینم حلقه خودم هست یا نه. خب یعنی اگه ببینیش مطمئن میشی؟ بله. خب من چجوری مطمئن بشم؟ یعنی از اطمینان شما من باید مطمئن بشم؟ اطمینان نداریم. نه خیلی عجیبا، شما توقع داریم من به شما اطمینان کنم در حالی که هیچ تلاشی برای این که اطمینان من رو جلب کنید انجام نمیدید، فقط توقعشو داریم. خب شما باید اطمینان اون یابنده رو جلب کنید دیگه، باید سعی کنید، باید برش کاری انجام بدید. نمیدونم زنگ به خانومتون بزنیم بپرسیم ببینیم چی بوده، یه نشونه ای ازش بگیریم. به هر حال این حلقه پیش من امانت. بله حلقه من تو مشت شماست. شما باید سعی کنید برای اینکه یقین اون یابنده رو جلب کنید. اطمینان شما یه بحثه، یقین یابنده یه چیز دیگه است. اینا دو تا بحث جدا از هم. باید برش تلاش کنید. یحیی به گلدای خیالی خودش میگفت باید تحملمو برای بازی طولانی بالا ببرم، باید حواسمو به این بازی جمع کنم. اما یلدای خیالی هم نظرات شخصی خودش رو داشت. حواستو به این بازی نده، زندگیتو بکن، کارتو انجام بده. این یه بازی نیست یحیی. برو اون بر بشین پشت فرمون. فرمون باید دست تو باشه، نشین کنار. کنار نشستن کافیه. حالا دیگه همه چی تو رو یاد من میندازه. فکر اون حلقه، فکر نشستن پشت فرمون. رانندگی یاد بگیری خوبه، میتونی یه روز غافلگیرم کنی و یهو ببینم که داری یه ماشین رو میرونی. یلدا تو خبر نداری و منم جرئت نکردم یه چیزی رو بهت بگم، چون میدونستم بهم سخت میگیری. حتی الانم جرئت ندارم و میترسم بهت بگم. تو حتی تو ذهن منم با من سازگاری نداری، حتی تو خیالم بهم سخت میگیری. اما با اینکه میترسم بگم میگم. میدونی یلدا خانم، من گواهی نامه دارم. البته مشکلی که حوصله رانندگی ندارم، یعنی
حوصله این که پشت فرمون بشیمن نداره. البته خب رانندگی هم چون خیلی دیگه تمرین نکردم ازش گذشته دیگه سختمه، وگه نه مشکلی ندارم. بله بله فکر این که یلدا نباشه یحیی رو اذیت میکرد. یحیی میخواست نبودن یلدا اذیتش نکنه، اما هر چیزی نمیتونه جای هر چیزی رو بگیره. سیگار و رانندگی نمیتونه جای یلدا رو بگیره. نمیذارم جای خالی تو اذیتم کنه. آقا یحیی خجالت داره. تو همونی هستی که شهاب آوردی که اوضاعش بهتر شد و اوضاعش بهتر شد. حالا خودت اوضاع به هم ریخته و بدتر شده. نمیخوای یه فکر بهتر بکنی برای بهتر شدن اوضاع؟ شهاب اوضاعش واقعا بهتر شده. یحیی از نتیجه رابطش با شهاب راضی بود. راضی بود که دیگه بار شهاب به دوش نمیکشه. اون دیگه تحمل بار بیشتر رو نداشت. سلام آقا شهاب. کدوم برایی؟ بیرون پادگانم، دارم میرم کلاس مربیگری. دوره مربیگری گرفتم. کلاس چی؟ کلاس مربیگری یه کلاسیه که ماها که میخوایم یه مهارتی رو آموزش بدیم باید دورهش رو دیده باشیم. یعنی اگه بعدن من بخوام آموزش رنگ و نقاشی ماشین بدم باید جواز آموزش داشته باشم. این دوره بهمون جواز آموزش میدن، اجباریه، باید اول اینو برم. تو کجایی؟ منم هستم همین بوشه کنارا. ماشاءالله اینم که سربازی خوبه و جاب افتادی و خوش میگذره و دیگه اینقدر که به ما سرم نمیزنی. تو ساعت کار تو تعمیرگاه که نمیشه بیام بیرون. بعد از ظهر میرم همین کلاس، ولی کلاس نموشه میام بهت سر میزنم. به کار خودت برس، نمیخوام مزاحمت بشم. من خودم میام بهت سر میزنم ببینم. عزیزم عرض کردم که من خودم میام بهت سر میزنم، شما مشغول کار خودت باش. باشه خب باشه. شاب این باشه رو خیلی محکم هم نگفتی ها. باشه محکم میگم باشه. آفرین، آدم باید از موافقش حساب ببره. اینم باشه. خداحافظ. خداحافظ. کلاس مربیگری. یلدا خانم مطمئنم اگر میدونستی اون میره کلاس مربیگری سرکوفتشو به من میزدی. خراب کردی همه چیزو. من خیلی دلم سوخت از اینکه خراب کردی، اما عیبی نداره. صدای یلدا تو ذهن یحیی میپیچید. راجع به همه چیز نظر میده. یلدا در جریان همه چی بود. تو با این دود منو نگران میکنی یحیی. من همیشه نگران تو هم. من هیچ وقت سرکوف بهت نمیزنم. ریه تو و مادرت حساسه. مگه نمیگفتی قبلا یه بار برای ریت بستری شدی؟ چرا منو اذیت میکنی یحیی؟ تو دیوانه شدی، بدبین شدی. دیگه تو خواب ولم کن. حرفات همه درست. راستش منم که دیوانه و بدبینم. قبول دارم. دوری یلدا برای یحیی خیلی دردناک بود. دون پیام تو، اما دلجویی نکرد. میخواست طوری وانمود کنه که انگار با یلدا یه رابطه طبیعی داره، اما هیچ چیز برای یحیی طبیعی نبود. یحیی حتی در طول روزام گرفتار فکر یلدا بود. حوصله کار کردن نداشت. وقتش به خواب یا به بیرون رفتن میگذشت. جای یحیی در محل کارم خالی بود. 46 انجام شد. 46 هم من بودم سر 46 انجام نشد. نشد انجام شده. چلکی میگی؟ 47 هم انجام شد. انجام شد. 48 تا 50 انجام شد. از اونو برش کن. انجام شد انجام نشد. من الان میخوام ادای کیو در بیارم. ببینید، خواهش میکنم با دقت ببینید.
چرا نمیگین؟ چرا نمیگین کیه این؟ میخوای بگی دکتر؟ آره؟ میخوای بگی دکتره؟ چرا نمیگین خب؟ اون خجالت بکش، خوش بیا سر کارت. به هر بهونه‌ای میخوای از کار در بری یا؟ اگه راست میگی دکتر کجاست؟ بابا بنده خدا رفته دنبال حلقش بگرده. تو یه چیزی میگی یا؟ این رفته وجب به وجب این پادگانو بگرده واسه یه حلقه؟ چه کار کنه دیگه گم شده دیگه. نه خیلی من میدونم دکتر رفتش سیگارشو از تو کولش برداشت رفتون پشت بکشه. بری چی تهمت میزنی شما با چشم خودت دیدی؟ چی؟ میگم با چشم خودت دیدی؟ به چشم نیست اصلا عزیز من، به دماغ الان میاد تو بوش میاد دیگه، ولی چیزایی هستش که اصلا به چشم کاری نداره، دماغ خودش ثابت میکنه ماجرا چیه. بعد میگم من کی حرف میزنم پشت سر مردم همیشه؟ چی میگی؟ کم شک نکن سیگار میکشه. باش من که بهت گفتم دیگه. از 45 دوباره شروع بود. بفهم 45 انجام شد. 46 انجام شد. 46 هم انجام شد. 46 انجام شده. میگن دیگه انجام شده حتما. راست میگه دیگه. چی راست میگه بنده خدا؟ استرس. سلام. سلام. دنبال حلقه نیسته بودیم دیگه، درسته؟ پیدا شد؟ نه دنبال حلقه نبودیم. دکتر جان من پیشنهادی دارم، ببخشید نمیخوام دخالت کنم، این قضیه حلقه رو یه مدت اصلا به خیالش شو. همین پیشنهاد حسنه باشید. جسارتاً اگر فضولی تو مسائل شخصی نباشه میخواستم بگم که سیگار خوب نیست. من خودم سیگاری بودم دیگه، از وقتی که با شما آشوشان دیگه گذاشتنش کنار. به جای حرف حاشیه‌ای کنیم بریم به کارا برسیم. بعدم چند تا از این برگه کارهایی که انجام دادین و بیار من یه نگاهی بهش بندازم. واسه این میگم که بعد نری گریه کنی عمل کردمون عقب و اینا. سر میستشی فکر؟ نه همینجا راحت. تو باید اول بپذیری که برخوردت با من خوب نبوده. تا وقتی که متوجه نشی نمیتونم کاری بهت داشته باشم. حلقه رو گم کردی، حالا به من میگی بهم یه نشونی بده. اون حلقه یه نشونی خیلی واضح داره، اما یه بارم به اون نشونی نگاه نکردی. اصلا نمیتونم حواسم رو جمع کنم، از قصد حلقه منو گرفته و نمیده، تمرکز منو هم گرفته، توقع کار با دقت هم داره. من همش به فکر تو هم یلدا. میبینی دوست دارم رانندگی کنم، بشین پهلوم برمت این برم برم، فکر کنی من خیلی خودخواهم، فکر کنی اصلا نمیفهمم تو عبالم خودم. صد بار زنگ زدم، پیام گذاشتم، گفتم رو حلقه این نشونه بوده اونو بگو، فقط یه پیام بدون سلام دادی که فهمیدم نگران. خوب کردی حلقه رو گم کردی. تو جواب یه پیغام گذاشتم گفتم سلام حلقه پیدا شده، نشونی رو بگو. دیگه جواب ندید. خب چرا؟ چون کارم همینه که خودم باید دقت میکردم که نشونی رو کشف کنم که نگم. عاشق بودن فایده نداره، راه بنداز و سعی کن جای خالیشو واقعا با رانندگی پر کنی. محل نمیذاره دیگه، تو تلاش خودتو کردی، رانندگی رو شروع کن.
یحیی نمیتونست آشتی کنه. برای آشتی لازم بود یحیی بگه ببخشید. فکر عذرخواهی آزارش میداد. میخواست با یه اشاره همه چیز به حالت روزهای خیلی قبلتر برگرده. من برای هر چیزی که توش کوتاهی کردم میگم ببخشید، میگم ازت عذر میخوام، حتی میگم جبران میکنم. اما تا حرف رسید به اینجا تو ساکت شدی، دوباره ساکت شدی. داره کاملا با دقت و علاقه کار میکنه. خیلی دوست داشتم منم مثل تو خیالم راحت بود و برای اینکه فرمانده بهم بگه آفرین اینقدر با پشتکار و جدیت کار میکردم. خوش به حالت با این دلخوشیات، اما برات برنامه دارم علی رضا جان. ظاهر رفتار امروز یحیی برای علیرضا امیدوار کننده بود. حالا علیرضا دوست داشت دوباره بیشتر به اون نزدیک بشه. یحیی هم همینه میخواست، چون علیرضا رانندگی بلده. بفرمایید، خسته نباشی. از شما درد کنم. دکتر تبریک میگم، بالاخره شروع کردین. دلمون خون میشه هر وقت به اینا نگاه میکردیم. پلکی قرار مزه کجا؟ اونا هم گفتن حالا که دکتر اومده و شروع کرده به کار، ما بریم بیرون سرمون یه خورده هوا بخوره. یه خورده آخه این مدت خیلی بهشون سخت گرفتم. تو بعد از اون نگرشون داشتم رو یکم مونده و شورش کنن. الانم رفتن همین باشگاه پادگان، یه ذره خرید مرید میکنن و برمیگردن. بعد از اون میچسیم به کار. خیلی عقبی. علیرضا درسته تو خودتون سه تا به هر حال تو ارشدی، اما سخت نگیر باشه. نه سختو که شما باید به ما بگیرین. در ضمن فکر اومده بود سراغ عمل کرده رو میگرفت. خب شروع کن. حالا دیگه باید آروم آروم بگی کارش داری. فلکه رو نمیدونی کی میاد، واسم یه کمکی بهم بکنه. من در خدمتم، بفهم خودم. آره خب تو هم که رانندگی بلدی. آره دیگه، اصلا آشنایی ما با رانندگی شروع شده. رانندگی بلد نبودم اینجا نبودم که. آره بیا میخوام یه لطفی بکنی. ماشین من که میدونی دم پادگانه، بریم با هم دیگه یه دوری بزنیم. میگم این راه ببرش. ای بابا آخه تازه شروع کردیم که. به هر حال نگرانم، ماشینم خراب میشه. دکتر جون ماشین از کار نکردن خراب نمیشه. اون ماشینی خراب میشه که زیاد راه بره. بعد هر وقت یکی ازت کمک بخواد همینطوری به جواب میدی؟ علیرضا نگران ماشینم. دکتر واقعیتش من تو زندگی آدم سختگیری هستم، یعنی به همه چی سخت میرم. توضیح نده.
بگو باشه و بیا با هم بعد ساعت اداری بریم بیرون. من باید از امروز تمرین رانندگی رو شروع کنم. دوست عزیز، این حرفا به درد من نمیخوره، اما اشکال نداره توضیح بده تا سبک شی و بعدش بگو باشه میام. جدا بشیم و شروع کنیم، بچسیم به کار دیگه. نگران نباش. خب نگران نباش، میریم یه دور میزنیم، منم خیالم راحت میشه، بعد میام با تمرکز سر این کار. میگم دکتر خیلی معطل این تمرکزتی، یا میخوای یه خود باش صحبت کن؟ بجاش تو معطل نکن، برو لباس عوض کن بریم. باشو دیگه، چای بخورم. یا باز به خودش یادآوری کرد جای خالی یلدا رو با فکرهای تازه پر کن. اما عصبانی اصرار یلدا برای صحبت درباره مشکلات اونو میترسوند و خیلی عصبانی میکرد. هیچ فایده نداره. آره هیچی فایده نداره، میدونی آقا یحیی، فقط این برات فایده داره که راحت باهات خوب بشم که مستقیم عقد کنیم تا بیای تهران، از دست فرماندهت راحت شی. دوست داری خوب بشم تا یه عذرخواهی نکنی. گرفتار کدوم غروری استاد؟ حوصله هیچ کیو ندارم، همه میخوان اعصابمو خرد کنن، حتی همین شهاب تو همین روزایی که نمیبینمش. دوست ندارم کسی برام دلسوزی کنه، کاری که میگم انجام بدین. علیرضا جانم اون بده من بفهم چیکار میخواستی بکنی؟ باش دستمو باش تمیز میکردم. عزیزان آدم با هر چیزی که دستش پاک نمیکنه که، شاید چیز مهمی باشه. نمیدونستم. یحیی سعی میکرد با به خاطر آوردن گذشته به خودش تسکین بده، با به خاطر آوردن روزهایی که در خدمت شهاب بود، در خدمت یلدا بود. هنوز فکر میکرد همون یحیی است، اما نه، همون یحیی نبود. اون از خدمت دور شده بود، اون یحیی خدمت نه. علیرضا جان این اسباب بازی و صندلی رو هم باز میکنه قربونت بذاریش تو صندوق. ممنون. میدونیم حالا شهابه، خیلی هم دوستش داره، واسه همین واسه مهمه. اینم بی زحمت بذارش تو سم. زود باش علیرضا، چرا هی داری دور خودت میچرخی؟ نکنه بهت برخورده. باشه باهات خوب حرف میزنم، یه جوری از دلش در بیار که پشیمون نشه که وقت باهات نیاد. دکتر جون میزود اون کت منو میدی؟ بله بفرمایید. دست شما درد نکنه. میگم راحتی اینجا؟ نمیخوای بیای پای من سواشم؟ آها بفرم سویشم رو ماشین رو. یحیی در خیال زمانی بود که پشت فرمان نشسته و میرونه، اما یلدا هنوز با اون آشتی نیست. به لحظه که همه چیز به حالت قبل برگشته، اما باز هیچ چیز روبرا نیست. همه چیز عوض شده، اما هیچی تغییر نکرده. چرا پس هر چی سعی میکنن نمیتونم آروم باشم؟ لابد از ترس اینه که میخوام بشینم پشت فرمان. چرا با من حرف نمیزنی؟ تو فکر اون فرمانده ای؟ تو فکر این که حلقه رو بهت نداد؟ خب چرا سعی نکردی اطمینانش رو جلب کنی؟ حق با اون بود، اون راحت نمیتونست حلقه رو تحویلت بده. الانم که دوباره یه نظر به ما کردی واسه اینه که بشینیم پشت فرمان ماشینه. میگم شما یه جورایی منو دوباره به زندگی برگردوندی. این سربازی که الان من اومدم به خاطر حسیت های خیلی خوبی بودش که شما منو کردی. البته
دعوا و کلکل با پدر مادرم بی تأثیر نبوده. دکتر جان یه چیزی بگو دیگه، بابا دلمون گرفت. چی میگی آخه حسن هلز؟ آقا یه خورده ساکت باش. آها یعنی حرف نزنه. من فکر کردم با هم دیگه اومدیم بیرون بگردیم. من میگم میخوای شما یه کاری بکن، رانندگی یاد بگیر، خودت باز خود تنهایی بیا بیرون و سکوت اختیار. از همین حرفش استفاده کن و بگو که بلند شو تا خودت بشینی. آخه کلتم که توی موبایل نیستش که بگم سرگرم اونی و ساکت باشم. باید شروع کنم، هم برای قبل از آشتی که آرومم کنه، هم برای بعد آشتی که خودم یلدا رو ببرم این بر اون بر. همینجا خوبه برای تمرین. آره نگه دار، پاشو من بشن. شما اگه بشین بودی که ما با هم دیگه آشنا نمیشدیم. نگه دار، من میخوام بشم. دکتر جان هر وقت من تو مسائل پزشکی دخالت کردم شما هم بیا تو رانندگی دخالت کن. حریص جان نگه دارم، من کار دارم. باشه باشه. من نگه داشت بفرمید. باشو دکتری، هم میخوام تو امر رانندگی دخالت کنم. دکتر جون اگه روز اول سوار نشده بودم الان پیادم نمیکردی. ساکت باش بشین اونجا، الان کمک کن من راه بیفتم. چه غلطی کردم روز اول و امروز نشسته باشه فرمانی باشی. چی میگفتی الان با خودت؟ دکتر جون این کار شما خلاف نص صریح قانونه. اون وقت نص صریح قانون چی میگه؟ در میگه راننده باید گواهینامه داشته باشه. من گواهینامه دارم دیگه، فقط 3 سال گم کردم. من میدونی چیه؟ نمیخوام به خودم بقبولم که داری دروغ میگی. پس اگر نتونستی راش ببری یعنی این که داری دروغ میگی. بابا دروغم چیه؟ من 10 بار تا بیشتر نشستم پشت فرمون، 8 بار تو این جلسه آموزش بوده، 3 بارم شهر. آره همین که 11 بار رو میگی 10 بار کاملا مشکوکه. دکتر جون 8 به علاوه 3 علیرضا 11. اول آینه، حالا وسطش هم میشه آینه. خب چی بگم الان؟ آینه بگم ازت راضیم که داری شروع میکنی؟ من حتی تو خیالتم زیاد باعث رضایتت نیستم، اما خودت میدونی از این که داری سعی میکنی برای بعد آشتی بتونی رانندگی کنی خوشم میاد. اما یه وقت فکر نکنی خیلی تلاش بزرگی داری برای حل مشکلاتمون میکنی. آقای یحیی تو نمیخوای خودت عوض بشی، تو فقط میخوای اوضاع عوض بشه. با این طرز رانندگی پلیس بیاد ببینه به اون گیر میده، گواهینامه هم نداری. خیلی خب بابا پلیس بگیرم استعلام میکنه، میبینه گواهینامه دارم دیگه. حل خیلی خب، اون وقت به خاطر بد رانندگی کردن ماشین میخوابونن. اینقدر حرف نزن علیرضا، تمرکز منم نگیر، بعدم نفوس بد نزن. تو خیلی عوض شدی، تازگی ها تلخ شدی، قبلنا شیرین تر بودی. اصلا از کجا معلوم که خالی نمسته باشی گوه اینو دارم؟ آقا جا من میخوام برسونم پادگان. بعد تو اون روز مگه منو ویل کردی معلوم ویلت کنم اینجا؟ دکتر جون بزن بغل، بزن بغل من پیاده میشم. دکتر جان بزن بغل، تو یک کمربند ساده رو الان نبستی، بزن بغل عزیز من. آقا بیا علیرضا اذیتم نکن، من برام مهمه که دستم راه بیفته، لطفا اوقاتم رو تلخ نکن. خیلی خوب
پیاده شما خودم. بابا این جاده پر کامیونه. خب کاری نداره دیگه، یه کمی رانندگی میکنم قلقش دستم میاد. دکتر چته؟ اعصاب نداری یا؟ پیاده شما میرسونمت. چی الان پیاده نمیشی یعنی نگرانمی؟ آره نگرانتم. بابا اعصابت خرابه. قهرمان رالی هم باشه با این اعصاب نمیتونه رانندگی کنه. عیرز جان ببین، یا ساکت بشین کمک کن من یه کمی برونم قلقش دستم بیاد برسونم، یا پیاده شما خودم میاد. باشه باشه حرف نیستش، فقط اینو بدون برسیم پادگان خودم گزارشت رو رد میکنم، اونام استعلام میکنم، وقتی گواهی نامه نشه باشی ماشین رو میخوابونم. گواهی نامه دارم، بعدم دیگه ساکت. خب همه به این میگن بزن بغل، بذارید پیش برم. یحیی طاقت شنیدن صدای خیال خودشم نداشت، اما خیالو نمیتونه ساکت کنه، زورش به خیال نمیرسید. بس در این فقط بذار باشه مفروع خوشه این دکتر ما یه خود بردله. میگم یلی ایسکا اوتوبوس وایستادین نما جریمه اون میکنن. گفتی جریمه؟ میبین ماشین هر وقت جریمه میشه پیامش بسن میاد، بعد هر وقت خانومم جریمه میشد خبردار میشدن. بله این که طبیعیه، ولی خب به هر حال خلافه. اینجا مثل صندلی کنار پیاده رو همچه خیلی ایسکاتور نیست. چون نمیخوری؟ چش بعدم اوقات سر خانه کن، اینجا جریمه نمی کن. فقط جسارتا دکتر من کارت همراهم هست، توشم پول هست، ولی خب امانته، اگه ازش پول بردارم پیامکش میره برای پدرم. آها از اون نواست. عیرزا همه اینا پا حساب من نمید شهرنده بران. آقا بخور میشه جون میده. شش شش میدونی میخوام یه خورده دستم را بیفته بعد از دور بیام با ماشینه خواه کنم. خوبه نه؟ بله ایشالله. بعد نبودم یه خوب بودم. یلا این روزا خیلی حواسم پرته، میتونم برم برای بعد از ظهرها یه مرکز درمانی بیمار ببینم، اما این کارو نمی کنم. تا حواسم پرته نمیرم سراغ ویزیت بیمار. همینو خواستی؟ شاید فکر کنم بفهمه که تونستی منو به هم بریزی خوشحال بشه. شاید بگی به من چه، اما همه چی به تو مربوطه عزیزم.